شب گذشته 28 مزی حجه مرجعیت شیعه حضرت آیت الله حاج سید صادق حسینی شیرازی دامزل الله العالی در آستانه ماه محرم الحرام به رسم هر ساله در بیتشان در شهر مقدس قوم به سخرانی پرداختند. در این مراسم مبلغان، طلاب، روحانیون، علما، فضلا، سخرانان و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام حضور داشته و از بیانات معظم الله بحرمن شدن بیانات ایشان همچنین از شبکه جهانی مرجعیت مجموع رسانه امام حسین علیه السلام و دیگر شبکه های مستقل شیعی به زبان مختلف به صورت زنده پخ شد همکارم علی اکبری گزارش می دهد. حضرت آیت الله العظمه حاج سید صادق حسینی شیرازی دام زلو در سخنرانی خود در آستانه ماه محرم الحرام فرمودن در آستانه ماه محرم و سفر هستیم دو ماهی که ماه عذا و مصیبت است بدترین و فجیه ترین ظلم های تاریخ در روز آشورا رخ داده است که بی نظیر بوده و خواهد بود معظم الله درباره علت مستجاب نشدن برخی دعاها فرمودند مرحوم سید ابن تاووس و دیگر علما برخی از اسباب عدم استجابت دعا را گردآوری کردند که به شانزده مورد میرسد این اسباب منحصر به این شانزده مورد نیست و یاری نکردن امام حسین علیه السلام نیز یکی از این اسباب است و این فقط عقوبت در دنیاست و وای از عقوبت در آخرت مرجعیت شیعه درباره کوتاهی برخی افراد در هزینه کردن برای دستگاه امام حسین علیه السلام فرمودند اگر کسی قدرت ساخت حسینیه و برگزاری مراسم برای امام حسین علیه السلام و یا قدرت جمع آوری مبالغ نقدی برای ایشان را داشت و انجام نداد در یاری آن حضرت کوتاهی کرده است ایشان در ادامه درباره ادعای برخی افراد و دولت‌ها که مجالس حسینی را عامل انتشار کرونا می‌دانند به نقل داستانی از پدرشان پرداخته و فرمودند زمانی در کربلا و با شایه شد و عده زیادی را از بین برد و کار به جایی رسید که مردم مردهای خود را در خیابان رها کرده بودند ایشان ادامه دادند که برخی از خانه ها بر اثر بیماری از سکن خالی شد اما از منزل ما حتی یک نفر هم از دنیا نرفت و دلیل آن ذکر مصیبتی بود که هر روز در منزل ما برپا بود ایشان در ادامه ضمن بیان اینکه امام حسین علیه السلام در تاریخ بشریت استثنا هستند افزودن اگر کسی در یاری دستگاه امام حسین علیه السلام کوتاهی کند شامل خزلان خدای متعال می شود تشکیک و ایجاد شبه از زمانهای گذشته بوده است و حتی برخی شهادت حضرت امام حسین علیه السلام را انکار کردند. حضرت آیت الله العظمى حسینی شیرازی دام و افزودند دو گروه در راه یاری امام حسین علیه السلام مسئولیت بیشتری دارند یکی عالمان و دیگری جوانان ایشان باید وظیفه خود را بشناسند و به آن عمل کنند معظمون له در ادامه افزودند مسئله دیگر مبحث تبلیغ دین و اسلام و امام حسین علیه السلام است که باید در این ماه به آن پرداخته شود و از طریق آن از اسلام اصیل و صحیح تبلیغ شود اسلامی که حتی در کشورهای اسلامی اجرا نمی شود عقاید احکام و اخلاق اسلام باید به جهان رسانده شود این مسئولیت بر عهده همگان در حد توانشان است امروز شبکه های بسیاری در راه خدشه دار کردن چهره اسلام فعالیت می کنند که مقابله با آن بر عهده همگان است و در این باب وظیفه علما بیشتر از سایرین است حضرت آیت الله العظما شیرازی دام از در طول تاریخ هیچگاه زیارت حضرت سید و شهدا علیه السلام در سختترین شرایط ترک نشد این ازاداری ها مراسم ها استقبال محرم و سیاه کوبی ها تماما از شعائر حسینی است و مخالفت با آن یا از نادانی است و یا از عوام فریبی اگر کسی لمعه و رسائل را خوانده باشد با آن مخالفت نمی کند کسانی با این شاعر مخالفت می کنند که در پی منطق رأی باشند نه منطق اهل بیت علیهم السلام ایشان همچنین افسودن فقه های بزرگ در طول تاریخ و در زمان شیوع بیماری های همگیر زیارت عطبات مقدس را من نکردند. در راه تعظیم شاعر حسینی بکوشید و تا سال بعد آن را گسترش دهید شایسته است حتی در این راه قرض کنید همان گونه که برای سایر امور زندگی قرض می کنید سعی کنید تمام شعائر مقدس امام حسین علیه السلام ادامه پیدا کند و گسترش یابد و شعائر جایز دیگر مانند مراسم استقبال از ماه محرم نیز به آن اضافه شود حضرت آیت الله العظم شیرازی دامزلو در بخشی از اظهارات خود درباره وضعیت کشورهای اسلامی فرمودند حتی به یک هزارم اخلاق عقاید و احکام اسلام در کشورهای اسلامی عمل نمی شود ایشان در پایان فرمودند مسئله دیگر موضوع اربعین و تعظیم شعائر حسینی در آن ایام است که تلاش و کوشش مردم عراق در این مقوله قابل تحسین است از اکنون تصمیم بگیرید که به اندازه توان در هر نقطه از دنیا برای تجلیل از اربعین گام بردارید تا با شکوه تر از سال گذشته برگزار.